سلام، به سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز چهارشنبه 29 ماه اسد خورشیدی که برابر است با 19 اگست 2020 میلادی، در نخست مهمترین رویدادهای روز. دو انفجار پیهم در شهر کابل. گفته های تازه زلمه خلیلزاد در مورد پروسه سال. نشر آمار تازه از قربانیان حملات راکتی در کابل. کشته شدن آمر تعلیم و تربیت قطعه خاص پلیس در غزنی. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 37,759 نفر رسید. مشروع خبرها. فردوس فرامر، سخنگوی فرمانده امنی ولایت کابل، میگوید این ماین ها مغناطیسی بوده که اولی ساعت 7 صبح در منطقه احمد شاه باب مینه کابل منفجر شد و ماین دومی در منطقه کمپانی یک موتر وزارت معارف را هدف قرار داده است. صمیم فیضی گزارش میدهد. روز گذشته کابل شاهد برگزاری مراسم 101مین سال روز استرداد استقلال بود. در جریان گذاشتن اکلیل گل بر منار آزادی در وزارت دفاع کشور توسط رئیس جمهور غنی، پایتخت کشور شاهد چند موشک پرانی ها بود. اما امروز را هم شهریان کابل با صدای انفجار روز خودشان را آغاز کردند. بامداد امروز در کابل دو ماین منفجر می شود. حوالی ساعت 7 در منطقه احمد شاه بابا مینه یک ماین انفجار می کند و ماین مغناطیسی دوم که در ساحه کمپانی شهر کابل انفجار می کند، موتر عامل وزارت معارف را مورد هدف قرار می دهد. این انفجارات در کابل دو کشته و دو تن دیگر را زخمی می سازد. صبح امروز در مربوطات حوزه 5 و 12 دارد واسطه نورنجر و کرولا هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که متاسفانه در نتیجه دو تن به شهادت می رسد و دو تن دیگر نیز مجروح می گردد. موضوع تحت کشف و بررسی نیروی امنیتی قرار دارد. شهروندان کابل نیز از مسئولین می خواهند تا امنیت را به گونه بهتر و به شکل درست تأمین کنند. اگر این امنیت نی بود، کار نمی بود. یک مثال است، یکی را میگه نی، دیگر را میگه دی. نی و دی خوی کارا داره دیگر. باشنده های کابل امروز هم با صدای انفجار صبحشان را آغاز کردند. دو انفجار امروز در کابل رخ داده است که یکی از انفجارات در ساحه احمدشاه بابا مینه بوده است و انفجار دیگر هم بر موتر عامل وزارت معارف. در پی انفجارات دو تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشته است. صمیم فیضی، غزنویان، کابل. آقای خلیلزاد بامداد امروز در رشته تویت ضمن تبریکی 101مین سال روز استقلال افغانستان همچنان افزوده است که مردم افغانستان تشنه صلح هستند و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغانها باید هرچه زودتر آغاز شود. گزارش از پرویز. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه‌ی وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است که تلاش ها برای پایان دادن به جنگ 40 ساله و تامین صلح در افغانستان با وجود چالش های جدی به مرحله امیدوار کننده رسیده است. آقای خلیلزاد بامداد امروز در رشته تویت ضمن تبریکی 100مین سال روز استقلال افغانستان همچنان افزوده است که مردم افغانستان تشنه صلح هستند و مذاکرات صلح بر رهبری مالکیت افغانها باید هرچه زودتر آغاز شود. خلیلزاد آغاز مذاکرات بین الافغانی را گام مهم و تاریخی برای تامین صلح در افغانستان خوانده و گفته است که تمامی رهبران افغان باید در این زمینه اقدام کرده و کشورشان را در اولویت قرار دهند. اما طالبان میگوید که تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان این گروه سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده است. ارگه ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که راه نشدن شماری از اسیران نیروهای دولتی از سوی طالبان مانع صلح است.
طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله امروز گفته است که دو کارمند دولتی نیز در جمع کشته شدگان این حملات راکتی شاملند. وزارت امور داخله کشور میگوید که شمار قربانیان حملات راکتی دیروز در شهر کابل به 3 کشته و 16 زخمی افزایش یافته است. فایق ابراهیم زاده گزارش می‌دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله امروز گفته است که دو کارمند دولتی نیز در جمع کشته شدگان این حملات راکتی شاملند. وی می‌افزاید که 4 کودک و 1 زن در میان زخمیان این حملاتند. 14 فیر مرمی راکت حوالی ساعت 9:30 صبح دیروز از دو ارادم موتر تیزرفتار از مربوطات حوزه های 16 هم و 17 هم امنیتی در استقامت حوزه های اول، دوم، نهم، دهم و 16 هم امنیتی شلیک شده است. سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که بیشتر این راکت ها بر خانه های مسکونی ثابت کرده است. در افغانستان در خلق و دخمنان برون لغرم مخی گن توغندی کابل خار پا بلا بلا برخی پر مسکونی سیمو توغوالی دی پا خواشنه سر در بردون و لعمل در دولتی کار کنون که پشمول در تن شایدان شوی او در شپگ ملکی وگر پشمول شپرستان تپیان دی چه سلور ماشومان او خزه هم پکی شامل دی. تا کنون شخص و یا گروه مسئولیت این حملات راکتی را بر عهده نگرفته است، اما وزارت داخله طالبان را مسئول این حملات راکتی گفته است. مرمی های راکت بر بخش های از شهر کابل روز گذشته در حال اصابت کرد که مراسم گرامی داشت از 101 سال روز استقلال کشور در منقر وزارت دفاع در حال برگزاری بود. مسئولان محلی غزنی با تایید این خبر میگویند که فیروز احمد عامر تعلیم و تربیت قطعه خاص پلیس ولایت غزنی روز گذشته در درگیری با طالبان مسلح در روستای آرزو مرکز غزنی جان باخته است. از سوی دیگر مسئولان یاد شده از تلفات طالبان مسلح نیز در 24 ساعت گذشته در غزنی سخن میزنند. داوود قادری جزئیات میدهد. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی میگوید که فرمانده فیروز احمد عامر تعلیم و تربیه قطعه خاص پلیس ولایت غزنی روز گذشته در یک درگیری با طالبان مسلح در روستای آرزو در مرکز غزنی جان باخته است. وی میگوید که در این درگیری با طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما جزئیاتی از آمار آن را ندارد. تیر روز نوخت در غزنی ولایت مرکز اړوند د آرزو پر سیمه که د پولیسو ځانګړو ځواکونو د تعلیم و تربیې مسئول د پیروز په نامه باندې په جنګ کې د مخالفینو سره په جګړه کې په شهادت رسېدلی ده او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د وسلوالو مخالفینو لور ته د راوښتې مرګ ژوبلې په اړه باندې هم معلومات نه لرو. بر اساس یک خبر دیگر، دفتر مطبوعاتی لوای سوم ارتش ملی در غزنی با پخش خبرنامه ادعا کرده است که شب گذشته در درگیری نظامی در روستاهای لالای و آرزو در مرکز غزنی 14 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه که روز چهارشنبه 29 اسد از سوی وزارت صحت‌عامه منتشر شده آمده است که در یک شبانه روز گذشته 28 نفر در هرات، 6 نفر در فراس، 3 نفر در بادغیس، 2 نفر در بلخ و 1 نفر در ننگرهار به ویروس کرونا مبتلا شدند. لینا نبی‌زاده جزئیات می‌دهد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 37,759 نفر رسید. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته 40 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت صحت منتشر شده آمده است که در یک شبانه روز گذشته 28 نفر در هرات، 6 نفر در فراس، 3 نفر در بادغیس، 2 نفر در بلخ و 1 نفر دیگر در ولایت ننگرهار به ویروس کرونا مبتلا شده است. وزارت صحت گفته است با ثبت این موارد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 37,759 نفر رسید. بر اساس اعلامیه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ثبت نشده است. شمار فوتی های ناشی از ویروس کرونا
به 27316 نفر باقی مانده است. وزارت صحت از مردم افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستورات صحی را رعایت کنند. بعد از میان برنامه با کوتاه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان باشید.